برادران لیلا بازی کردیم، اینا رو بازی کردیم، کرونا شد دیگه نشون ندادن، پسراش قبول نکردن و دو دره کردن تو وسط فیلم. منتظر من بودم که اینجا فیلم خالی بود. شغل اصلیتون اصلا قبل از اینکه وارد هنر بشید چی بوده؟ آتش نشان بودم. نیرو بیشتر می آوردن، اهمیت نمی دادم. من باشم، شما باشی، کسی دیگه باشه. سیبیل شما شده اوکی. سعی کن دیگه از این بعد اصلا دست نزن بهش. برای چکس می گیری با من. گفت بابا تو بهترین بازی کردی. خانم های خواستگاری کردیم تو گرد فروشی. نشسته بود اینجا ما هم پشت پنجره یا مثلا بیرون پنجره هی دارلی می کردیم. اون جالب تر از همه بوده. موقعی که دارید جلوی دوربین حالا حضور دارید بازی میکنید حستون چیه؟ حس خوشحالیه. ما همینجوری کار خودم انجام میدم، هر چی شد شد دیگه. چند تا دوست آشنام که داشتیم تو فیلم بازی میکردن، هی منم پیشنهاد میدادن. فکر میکردم مثلا انقدر جالب باشه. بعضیا دوست دارن چقدر پول بدن که بیا یه صحنه از اینجا رد شه بره ببیننش. تو آسانسور رفتی بالا، دختره میپرسه کجا میری؟ میرم پیش مادرت. میخوام برم پیش مادرت. پوستری که پشت سر شما هست که شما و آقای اردشیر کاظمی رو نشون میده. اینجا یه هتل گرفته بودن، اونجا با هم هم‌اتاق بودیم. آقای صحت مخصوصا شما رو هم‌اتاق کرده بود که با هم چون سنمون با هم دیگه بخوره، بالاخره قوتی باشه که بزنیم به این سخت نگذره. ما بار اول گفتم عکس بگیریم یه چپ چپ دیگه. کارگردان دوم به نام حسن نوری، اون یه خورده بدحوصله بود که وقتی عصبانی میشد. پول بازیگری خوبه؟ سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یک مهمان عزیز و جالب و متفاوت. بدون مقدمه مهمانم رو معرفی کنم، آقای عین الله دریایی عزیز، که خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقا سلام. سلام آقا. خیلی خوشحالم که اینجا هستیم. ما می‌کنیم که با شما خواهیم مصاحبه کنیم. افتخار دادی ما رو دعوت کردید. خواهش می‌کنم. بیام کن. در نظرم برداری. بزن به درد خودم بسازم و بسوزم. کیش لوفسکی سینما، فقط سینمای کیش لوفسکی. به نظر من در نیمده. تو از آنجلو پولو چی میفهمی؟ سینما، فقط سینمای کیش لوفسکی. بس دیگه بابا. چرا داری گیریه میکنی؟ چی شد؟ برای مرگ معلم. خدا بیا مرزدش. برای من فرقی نداره، ولی بگو نسرین بیاد. نسرین بی نسرین تمام. نسرین با نسرین تمام. آقا شما یکی از غافلگیری های بامزه سریال آقای سروش صحت مگه تموم عمر چند تا بهاره بودید و خیلی ها از همون روزهای اول پخش سریال میگفتن که این چهره جذاب دوست داشتنی متفاوت از کجا اومده؟ اصلا چی شد که تو این سریال کارش شروع شد؟ از اون اول بگید که اصلا چجوری اتفاق افتاد. عرض کردم پایینم، گفتم من یه چند تا فیلم بازی کردیم. اول فیلمش مثلا تو کرج بودیم و هواپیمایی، گفتن شما بخواب تو صندلی که مثلا از هواپیما جا بمونیم. آها. بعد اونجا شروع شد و ما از اون بعدش مثلا فیلم برادران لیلا بازی کردیم، فیلم خودخواسته بازی کردیم. بله. اینا رو بازی کردیم، کرونا شد دیگه نشون ندادن. برادران لیلا رو اولین تجربتون که نبود، دومی سومی بود. چند تایی بود. اصلا اونم یادتونه که چجوری چند روز طول کشید فیلم برداریش؟ چجوری رفت؟ اون طولانی بود. اون مثلا توی کارخونه بازی کردیم، بعد از اونجا اومدیم رفتیم کرج، تالار آدم حوا بازی کردیم. بعد اونجا خیلی نیرو می آوردن برای فیلم ما، هنر ور می آوردن. چه صحبتایی باهاتون کرد سعید روستایی؟ سر صحنه چی میگفتن؟ چه راهنماییایی میکردن واسه اون صحنه؟ همون نقش مثلا چه افتخاری شده که مثلا مردم میان اینجا
عرصو میگیرم برای برادرزادش، مثلا عرصو گرفت بنا بده مثلا یه آقای مثلا خودش معرفی کنه 50 تا سکه بده که پسراش قبول نکردن و دو دره کردن تو وسط فیلم. اون پدر دوماد میگفت که مثلا ما اصلا با هم صحبت کردیم بنا بده این 50 تا بده نفر اول باشه تو پک فامل، که چرا این کاری کردید؟ گفتم بابا ما خودمون اصلا درگیر زندگی ما زندگی آنچنانی نداشتیم که میخوام زندگی کنم این 50 تا بره، ما 50 سال میتونیم زندگی کنیم، ردیف کنیم، زندگی کنیم، کار کنیم، این 50 تا بده ما همگی باید بریم کنار بایستیم نگاه کنیم به زمین آسمان که چرا اینجوری شده. آقای دریایی متن بهتون میدادن یا توضیح میدادن صحنه رو که باید چه کنی؟ نه همونجوری شانسی مثلا میگفتن که امروز عروسیه، هر که مایله تو صندلی ها بشینم من میوه بخورم میل کنن و نمیدونم بازی کنن، هر که هر چی دوست داره انجام بده. و شما برای خودتون همون کار طبیعی رو که حس کردید طبیعی، ما هم که صندلی میشستیم میوه میخوردیم، مثلا گاه وقتی که ساز آواز شروع میشد بلند میشدیم میرقصیدیم که جالب تر بشه. در واقع نقش رو زندگی کردید دیگه، یعنی مثل یک آدمی که واقعا توی عروسی حاضره. اون مراسمی که تو عروسی انجام میشد ما تا تونستیم انجام بدیم. بعد آشنایی با آقای صحت چقدر فاصله داشت با برادران لیلا؟ یه مدت طول کشید چون اون موقع مثلا کرونا بود، زیاد مثلا بازی نمیکرده، میگفتم بذار تمام شد این مریضی از بین بره. بله. که مردم هم نگیرن از هم دیگه. آره دیگه تولید خیلی آره، کم شده بود. تولید کم میشده، مثلا میگفتن که این مریضی از بین بره بعد بازی کنیم، عقب مینداختن. آقای صحت کجا دیده بود شما رو؟ من یه آقای معرفی کرده بود که با هم بازی میرفتیم میومدیم، بعد اونم گفت یه عکس به هم بفرست، عکس فرستادیم همه رو قبول کردن، گفتم بیاید دفتر صحبت بکنیم. در واقع اون تست لباس و گیریمتون هم همونجا تو همون عکس گرفتن؟ آره همه رو گرفتن، بعد ما رفتیم اونجا صحبت کردیم، انگار که مثلا اینا منتظر من بودم که همچنین دنبال همچنین کسی میگشتن که اینجا فیلم خالی بود. تا ما رسیدیم همونجا قرارداد بستیم و شروع شد، هر جایی که لازم بود میامدن دنبالم میبردن میآوردن. آقای سروش صحت با حوصله از سر صحنه؟ خیلی واقعا اصلا حب نداره، از نظر محبت، از نظر طاقت، از نظر کار کرد، از نظر باسواد بودنش، هر چی بگی کم گفتی. بین کارگردان هایی که باشون کار کردید، حالا چه تو اون دوره کرونا کارهایی که پخش نشد، چه چند تا فیلمی که توی کارنامه‌تون هست و خیلی هاشون دیدم شدن مثل برادران لیلا و اینا، کدوم کارگردان بیشتر باهاتون همراهی کرده؟ بیشتر همون آقا صحت همکاری کردم، چون بقیه مثلا میگن که اونا مثلا نیرو بیشتر می آوردن اهمیت نمی دادن، من باشم شما باشی کسی دیگه باشه، فقط می گفتن این صحنه انجام بشه، کارا ردیف بشه، مثلا فیلم گرفته بشه، بگیریم بزن کار تمام شه. تو این برمی ها مثلا یکی هم مد نظرشون نبود که بگه حتما باید ایشون باشه، درشون فرقی نمیکن، نگاهشون هنرور بود، فقط نظرشون این بود که مخواستن این فیلم شروع بشه یا ساخته بشه انجام قرار بگیره تمام شه بره. ولی آقای صحت روی فردیت شما، روی این هویت شخصیتون کار کرد، درسته؟ بله. و همین شمایلو داشتید زمانی که اون تستو دادید از لحاظ سر و وضع و سیبیل و مو و لباس؟ من روز اولم که یه خورده داشتم سیبیل، وقتی رفتم قرار داد بستم گفتن این سیبیل شما شده مثلا اوکی، شما باید دائم باید سیبیل داشته باشید، تو این فیلم ما اصلا باید سیبیل داشته باشید، سعی کن دیگه از این بعد اصلا دست نزن بهش که شاید فیلم های دیگه بازم لازم باشه.
بعد روزی که شروع کردید توی همین سریال مگه تمام عمر چند تا بهاره، فکر میکردید که چندین و چند قسمت طول بکشه یا فکر میکردید یه نقش کوتاهیه؟ ما اصلا اهمیت ندادیم که این اصلا چند قسمت یا چند وقت طول میکشه یا چی کار میکنه. ما همینجوری کار خودم انجام میدم، هر چی شد شد دیگه. چی بیشتر باشه چی کمتر باشه، این کار شدنیه، خانه خواه انجام میشه. شما اصلا بازیگر شد اولین باری که در قالب بازیگر دیدین خودتون رو، یا حالا هنرور یا هر چیزی، چند سالتون بود؟ 65 اینا بود. تا قبل از اون اصلا به سینما، بازیگری، تئاتر اینا نزدیک نشده بودید؟ تک توک میرفتیم ولی اوکی نمیشد که مثلا میگه آقا ایشون مثلا چهرش یا برنامهش تو این قضیه هستش باید باشه. به چشم نمیومد. آره به چشم نمیومد. و بعد از اون یهو به هر حال اتفاق خوبه افتاد. اصلا خودمون باورم نمیشد مثلا اینقدر فیلم جالب باشه یا مثلا اوکی باشه، بازیمون بهتر در بیا. ما معمولی بازی میکردیم. کار خودتونو میکردیم. کار خودمون انجام میدیم. علاقه به بازیگری داشتید یا نه؟ این مثلا یه جور تجربه هنروری بوده که حالا علاقه میخورد داشتیم. ما چند تا دوست آشنام که داشتیم تو فیلم بازی میکردن، هی منم پیشنهاد میدادن، فکر میکردیم مثلا انقدر جالب باشه یا بهتر باشه. یا مثلا یارو میگه بابا من بعضی دوست دارن چقدر پول بدن که بیا یه صحنه از اینجا رد شه بره ببیننشه، شما چرا انقدر عقب نشینی میکنی؟ هی ما دعوت میکنیم بیا، حالا بیا یه صحنه ببین، خوشت اومد میمونی، نه اومد که نمیای دیگه، نگه نمیدارن که تو را که. بعد اومدیم و از قدار شروع کردیم، دیدیم نه با جا موندیم. خب آره. و کار گرفت، زودتر باید شروع میکردیم. و الان راضی هستید از این تجربه رو؟ بله. موقعی که دارید جلوی دوربین حالا حضور دارید بازی میکنید، حستون چیه؟ حس خوشحالیه. هیچ وقت شده یه چیزی رو دور از خودتون بازی کنید، ادای کسی رو در بیارید، یا بخواید یه شخصیتی رو که شبیه شما نیست اجرا کنین، یا بیشتر شبیه خودتون بازی میکنید؟ ما هر نقشی بهمون میدادن بازی میکردیم. ما تقلید و تذکر و اینجور چیزا رو نمیکردیم. میگفتم هر کی هر چیزی مثلا درخواست کرده یا هر چی دوست داره انجام بشه اون باید باشه. پوستری که پشت سر شما هست که شما و آقای اردشیر کاظمی رو نشون میده روی یک قایقی روی یک دریای خزر، که آقای اردشیر کاظمی رو ازشون یاد میکنیم، جاشون هم خالیه، همشهری ما هم هستن، انزلیچی هستن، بسیار دوست داشتنی. رابطه شما اولا این اکثر این تصویر این سکانس یادتونه کجا ضبط شد و چه جوری؟ اول نقش که با هم آشنا شدیم و با هم هم اتاق شدیم، هم رفتیم انزلی شما اینجا یه هتل گرفته بودن، اونجا با هم هم اتاق بودیم، بعد اون دیگه آشنا شدیم دیگه، دوست شدیم، همکار تو همون شدیم. هم اتاق هم اتاق بودیم. آقای صحت مخصوصا شما رو هم اتاق کرده بود که با هم چون سنمون با هم دیگه بخوره، بالاخره گپ صحبتی باشه که بزنیم به این سخت نگذره. بعد این سکانس رو بعد از اون شب حالا اولی که هم اتاق بودید ضبط کردید. رابطه خوبی داشتید؟ اصلا رفیق شدید؟ من صحبت میگرد میگه آقا بد اخلاق آقای کاظمی. باشه بالاخره آدم وقتی که متن یا صحبت شروع میکنی کم کم یه خود در جا میفته یه بهتر میشه، همش بد اخلاقی نیست. یه زمانی آدم زد حسنش سر جاش نیست بد اخلاق، ولی یه زمانی هم هست که سر حال بهتره، میشه باهاش گپ زد صحبت کرد. کلا تجربه خوبی بود همبازی شدن با آقای اردشیر کاظمی. اصلا یاداوری مثلا یه دوست داشتنی. خب اکثر ایشون مثلا چند سال پیش هم بازی کرده، همه دوست داشتن باهاش گپ صحبت باشه، مثلا عکس بگیرن. من بار اول گفتم عکس بگیریم یه چپ چپ نگه بعد گفت آقا ما هم محتاب ما مثل قریبه رفتار نکن ماما که سر صحبت باز کردیم و باشه بیاد شما رو نمیشناخت اولش دیگه طبیعتا. کلن توی
روند سریال چقدر تمرین داشتید با بازیگرای دیگه، با جوونا رابطتون چجوری بود با مجید یوسفی؟ آقا همه منو دوست داشتن، اصلا اکثر دوست داشتنی هم هستید البته. من اخلاق یه جور بود با همه باشون می ساختم، با هم گپ صحبت می کردم، همه خوشحال بودن. از این اخموها ناراحت کنند، من نبودم که همه بعدشون بیاد. آخه کار سخت، طولانیه، یه روز بالاخره آدم بیزاده برای کار دیگه، وقتی باید یه جور رابطه برقرار کنی، مردم ناراحت نشن، مردم خوشحال باشن، دوست داشتنی باشه، مثلا پشترت بعدی نگیم که مثلا کار انجام بشه. همسر و پسر شما که با شما امروز تشریف آوردن و ما دیدیمشون، خیلی تعریف میکردن از حالا رفتار آقای صحت، از فضای پروژه کلن، همراهی که با شما داشتن. شما چجوری بود این تجربه براتون؟ خیلی هواتون رو داشتن، مراعاتتون رو میکرد، اصلا نشد یه جایی مثلا داد بزنن سرتون یا بگن آقا چرا این دیالوگو اشتباه میگی، چرا حفظ میکنی؟ چرا این برنامه پیش اومده، اون کارگردان دوم به نام حسن نوری مثلا با آقای سعد همکاری میکردن، اون یه خود بد حوصله بود که وقتی عصبانی میشد، ولی آقای سعد میگه با بذار کارشون بکنن که جا بیفته بهتر باشه. پول بازیگری خوبه؟ یه حقوق که مشخص میشه که آدمیزاد تو یه جایی داری کار میکنه، حالا کمی زیاد بالاخره به این حقوق وابسته شده دیگه یا قبول کرده دیگه. من منظورم اینه که نسبت به اون کارهایی که قبلا تا 65 سالگی کردید و نسبت به تجربه های هنروری الان که بازیگر شدید، الان بهتر بهتری میگیری؟ آره بهتر تو اون موقع، مثلا اون موقع کمتر میدادن، اینا یا خود بیشتر دادن. گفتم بازم اگر چیز باشه مثلا هیچ پروژه بعدی مثلا شاید بیشتر باشه. امیدوار این دستمزدتون هم بالاتر بره و کم کم سوپر استار بشید دیگه. کار بعدی بعد از سریال آقای صحت، کار بعدی صحبت شده دربارش؟ عرض کردم تا اون موقع بیشتر کرونا شد دیگه، یه مدت تعطیل کردن، حالا دیگه دوباره کم کم داره شروع میشه. هر موقع با ساعت یا کسانی دیگه زنگ میزنه میگه اگه شروع شد نفر اول شما. پس یعنی راضی بودن از کاری که با هم کردن؟ چه خاطره ای، چه لحظه خوبی تو این سریال پیش اومد براتون که چه این سریال، چه برادران لیلا، چه فیلمای دیگه، چی تو ذهنتون مونده که جز جاذبه های سینما بوده براتون، مثلا جذاب بوده، فکر کردی این خاطره خوبیه، لحظه خوبیه؟ عرض کردم که ما که مثلا روز اول که اون قبول نمی کردم، بعدا اومدم شروع کردم، دیدم آقا جالبتره، بهتره، همه تلاش میکنن که از این دوربین رد شن، یه مردم ببینن بیا فلانه رفته فیلم بازی کرده. جالبترش اینجوریه، ولی رو هم رفته بالاخره آدم زده یه کارم که باشه یه خب ما منم دنبال کارم یا کار کنیم. مردم میشناسنتون این روزا وقتی مثلا تو محلیم بر اون بر؟ بعد تک توکی ما مثلا مثل رشید و مثل آقا مثلا جا افتاده نشدیم همه مردم بشناسن. تک توکی مثلا تو فیلم نگاه میکردن و بیرون ما را میدیدن آقای رزاقی، آقای رزاقی عکس بگیریم. باشه گفتم باشه بگیریم. خب اونا خیلی فیلم و سریال قبل از این بازی کردن، شما به هر حال جز اولین کاراتون بوده که انقدر دیده شده. عرض کردم که مثلا مال ما تو این فیلم ها جالبتر بود دیگه، هر کی نگاه میکرد چند تا تو همسایه‌مون بچه کوچیک داشتن، اصلا هر هفته که مثلا میخواستن هشت شروع کنن اونا ساعت 6 بلند میشدن، صبحانشو میل میکردن، منتظر بودن که مثلا فیلم شروع شه. میگفتن اصلا این فیلم مخصوص مال شماست که همه بچه ها دوست دارن که این فیلم نگاه کنه. به عشق اینکه همسایهشون تو فیلم بازی کرده؟ نه اصلا کلا همسایه که هستم هیچی، ولی رو هم رفت اصلا بچه ها فیلم ما رو خیلی دوست داشتن. بله خیلی پربیننده بود. مثلا امروز مثلا میگفتن دوشنبه است که پنجشنبه میشه به فیلم نگاه کنیم. کلا خودتونم مثلا حالا به غیر از اینکه تو این سریال بازی کردید،
کدوم یکی از کارهایی که توش بازی کردید تو به عنوان بیننده بیشتر دوست داشتید؟ خودتون تماشا میکنید بعدن که پخش میشه کارتون رو میبینید؟ بله میبینید. کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ ولی با هم رفتش کردن گفتم که این هر کدامش من بازی کردم یکی از یکی تر جالبتر بود. مثلا بچه ها یکی عکس میگیره پر میگفتم مثلا برای چه عکس میگیری با من؟ گفت بابا تو بهترین بازی کردی. گفتم چرا؟ گفت یه خانومه که رفته بالا، تو آسانسور رفتی بالا، دختره میپرسه کجا میری؟ میرم پیش مادرت. بعضی ها مثلا میانسین یا جوان یا اینجور چیزا این شنیده، این حرف شنیدن خنده‌دار آخه، میگن آقا کجا میری پیش مادرت؟ یه خورده جالب تره. این شوخی ها رو خودتونم میساختین؟ بود مواردی که خودتونم یه چیزی، یه شوخی، یه لحظه رو اضافه کنید؟ یه مقدار بچه ها میامن سوالا میل کردن، بعد شروع میکردن فیلم نگاه میکردیم، چهچه میزدن، خوشحال بودن که ما این فلان بازی رو انجام داده، جالب تره، بهتره. چقدر طول کشید فیلم برداری؟ یک سال و سه ماه. توی این یک سال و سه ماه اگه اول کارتون رو با آخرای کار مقایسه کنید، به نظرتون میاد که کار یاد گرفتید، با تجربه شدید، یا نه همون نقش خودتون رو با همون ترتیب بازی کردید؟ نقش خودم هر زمانی شروع کردیم همه جالبتر و بهتر بود دیگه، برای فرق نمیکرد چه اول باشه چه آخر باشه، اون کاری که لازم بوده انجام دادم من. بعد همه تعریف کردن که جالبش اینجا شما مثلا نه در رفتی یا مثلا جا موندی یا این بازی نکردی، اینجور چیزا نبوده، همین کار خود انجام میدادی، این خیلی جالبش. تداومی که داشتید؟ بله خیلی. خب یک سال سه ماه خیلی سخته که آدم خودش رو به هر حال توی سطحی حفظ کن. با بقیه اعضای گروه بازیگرای دیگه رابطتون چه جوری بود؟ با کی بیشتر کردم که من اخلاقم یه طوری بود که مثلا با همه یه نواخ بودم، یه میگفتم میخندیم، منم دوست داشتم، منم همکارا دوست داشتیم، صحبت میکردیم، بازی میکردیم، شوخی میکردیم، هر در زمانی هیچ مشکلی نبود سر صحنه، قهری دعوایی نه بابا، قهر چیه؟ آدمیزاد نه قهر کنه. صحبت که مثلا صحبت میکردیم، گپ میزدیم، شروع میکردیم، همشون جالبتر، بهتر، شوخی میکردیم، خنده‌دار بود، بهتر بود که تا آدم ناراحت کنن میکنه. خب بین این صحنه هایی که بازی کردی تو این یک سال و چند ماه، اگه یه سکانسی باشه که دوست داشته باشید اونو دوباره ببینید یا ما الان نشون بدیم، چه صحنه ایه، چه قسمتی از سریالی که براتون جذابه؟ هر خدمتتون. خانمای خواستگاری کردن تو گاز فروشی نشسته بود اینجا، ما هم پشت پنجره یا مثلا بیرون پنجره هی دالی میکردیم، اون جالب تر از همه بود. دالی کردن هم اصطلاح جالبی. اون راحت میشد، چرا ما رو بل نمی کنیم، گرد میخوری یه جور. حالا این تعبیر دالی رو که به کار بردیم، من یاد این افتادم که یه جور کودکانگی توی رفتار و توی منش شما هست، در عین اینکه خب حالا شمایل یک آدم جا افتاده سن و سالدار، ولی یه جور سادگی و کودکانگی صمیمی تو رفتارتون هست که این واقعی مال خودتونه. تو زندگی عادی هم همین جوری خوش اخلاقی، دالی میکنید با همسر و فرزندان، یا نه تو خونه بد اخلاقی، سر صحنه خوش اخلاقی؟ نه هم خوش اخلاق، همه جا خوش اخلاقی، همه جا خوش اخلاق. من بعدی یا اصلا ببخشید سه تا بچه دارم، یه چکی کوچیک بهشون ندادم، تا تونستم باهاشون همکاری کردیم، هر چی خواستن تونستیم فراهم کردیم که راضی باشن. شغل اصلیتون اصلا قبل از اینکه وارد هنر بشید چی بوده؟ آتش نشان بودم. آتش نشان بودی؟ بله. خب خیلی جالبه، شغل قبلیتون هم شغل جالب و حماسی و دراماتیکیه. از درام‌های دوره آتش نشانیتون بگین، اون دوره چه اتفاقایی افتاد که داستانش جذاب میتونه باشه برای ما؟ اون موقع اولش بود مثلا زیاد جالب نبود، مثلا زیاد میرفتیم سر صحنه آتش سوزی این مرانبر، تا میرسیدیم مثلا
مردم دوروریاشون خاموش کردن. ما فقط می رفتیم یک گزارش می دیدیم مثلا در چی اثر چی آتش سوزی شده برای چی آتش زدن. امکاناتتون کم بود؟ امکانات بود منطقه. خب اون موقع مثل الان مجهز نبودن، چون الان خیلی آتش نشانی شده، یه شغل در واقع جالبتر شده. بله همش امکانش نوعه بیشتر شده. خود مامورای آتش نشان هم خیلی ورزیده ترن، میرن تو دل الان خطر، مثلا آموزش میدن، آموزش میبینن. اون موقع نبود، میگفتن چیه بیا اونجا استخدام شو وایستم. من هم بیشتر مثلا سعی کردم مثلا تو دفتر بودم. آه یعنی کار عملیاتی زیاد انجام نمیدن؟ عملیاتی من زیاد نمیرفتم، باید گزارش رو اینجور چیزا رو انجام. پس خیلی تجربه هیجان انگیزی نبوده. نه. بازیگری بهتر از آتش نشانی قدیم بوده. خیلی ممنونم آقای دریایی ازتون، خیلی لذت بردیم از هم صحبتی با شما. اگه نکته ای هستش، حرفی با بینندگان دارید بفرمایید، اگه نه که با شما خداحافظی. عرضی ندارم، دستتون درد نکنم، محبت کردید. بازم قسمت بشه بازم هم دیگر رو زیارت کنیم. امیدوارم که همیشه پرکار و پربار باشید، سلامت باشید. قربان شما. اگه اذیت شدید ببخشید، بالاخره ما بیشتر از این تجربه این بیشتر نداشتیم. نه خیلی هم لذت بخش و جذاب. خب اینم مصاحبه متفاوت ما با آقای عین‌الله دریایی و امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. خیلی ممنون که همراه مایید. خدا نگهدار. به من که چشمام رو عشق بستم، نمیتونی چیزی رو عالی کنی. شونه من خسته تر از اونیه که روش بخوای باغز تو خالی کنی. چند قدم فاصله است، احساس من به آخرش رسیده. حتی همین چند قدمم زیاد